سلام بیننده برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی هستین با من اتیه نیکنس و میلاد رسای منش ما مثل همیشه اخبار مهم در حوزه خدا و اکس مسلم رو پوشش میدیم میلاد سلام ممنون که با ما هستی از خبر خودت چی رو میکنی؟ سلام میکنم اتیه جان به خودت و به مخاطبین عزیز تلویزیون اکس مازلم عزیزانی که از طریق تلویزیون کانال جدید این برنامه رو تماشا میکنن دوستانی که در یوتیوب ما رو دنبال می کنند در تلگرام پادکست ها رو گوش میدن و همچنین عزیزانی که در سپاتیفای پادکست این برنامه رو گوش میدن امیدوارم حال همگی خوب باشه و تا آخرین این برنامه هم همراه ما بمونند دوستان موضوعی رو که من میخوام در رابطه باش صحبت بکنم شاید بارها ما در برنامه اکسپوزلم در برنامه های اکسپوزلم در به تفصیل صحبت کردیم منتها خبر مهمی در چند روز گذشته فضای سیاسی سی ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داد که به نظرم جا داره یک بار با توجه به مختصات جدید و اتفاقاتی که افتاده به بحث مهم ترور در اسلام و سیاست گروگانگیری و اینکه این هر صورت در تاریخ اسلام اسلامیست ها چطور با گروگان ها اون چیزی که تحت عنوان قنیمت حالا چه هر صورت انسان هایی که به بردگی گرفته می شدن، زنانی که به بردگی گرفته می شدن در جنگ ها و قضاوات پیغمبر اسلام چه به هر صورت اون قناعمی که از برسود نیروهای متخاسمی که به پیغمبر حمله میکردن خود پیغمبر بهشون حمله میکرده منظورم پیغمبر اسلام هست اینها به تا میگرفتن و بعد بین خودشون تقسیم میکردن این به هر صورت تاریخ ترور بحث مفصلی است که کارشناسان و بر صورت افرادی که منتقل دین هستن مفصل در رابطه باش با صحبت کردن پادکست های زیادی دی دیبیت ها و مناظر های زیادی در همین رابطه وجود داره که نشون میده ترور در اسلام وجود داشته و داره و خب امروز هم که صحبت میکنیم جمهوری اسلامی در حقیقت همون سنت رو به یه شکل دیگه باز تولید میکنه سنت ترور مخالفین شاید در حقیقت نشه با رجوع به تاریخ مختصات دنیای مدرن رو توضیح داد و اینکه به هر صورت یه حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت توتالیتر یا شبه توتالیتر فاشیستی حالا با هر تعبیری که جامعه شناسان ازش اسم میبرن که اغلب جامعه شناسان حکومت جمهوری اسلامی رو حکومت خواه یا توتالیتر ازش اسم میبرن این با این یه همچین حکومت و رژیمی چرا دست به ترور میزنه شاید با رجوع به تاریخ اسلام نشه این رو توضیح داد ولی میشه در حقیقت به این نکته اشاره کرد که ترور در تاریخ در تاریخ اسلام وجود داشته و یک سنت هست و خب خود پیغمبر این کار رو انجام میداده خود ائمه اطهار حسن و حسین و, و علی این کار رو انجام میدادن و خب میشه نشون داد که در, در این رابطه بر صورت به لحاظ فقهی توجیهاتی وجود داره که این کار رو انجام بدن ولی خب جمهوری اسلامی به درجات اسلام رو هم و اون فقه اسلامی رو هم در اختیار خودش گرفته و هر جا که به نفعش باشه ازش استفاده میکنه برای اینکه منافع خودش رو پیش ببره خبری منتشر شد در هفته گذشته مبنی بر اینکه در حقیقت آی تی وی شبکه ای در بریتانیا افشا کرد که دولت جمهوری اسلامی قصد داشته دو تن از خبرنگاران ایران اینترنشنال یعنی فرداد فرهزاد و سیما ثابت رو ترور بکنه در خاک لندن در خاک بریتانیا در شهر لندن با در, در, خبر اومده که اون فردی که اون تروریستی که مرتبط بوده با جمهوری اسلامی از طریق کلمه رمز عروس و داماد که عروس سیما ثابت بوده و داماد فرداد فرهزاد با کنتاکت های خودش در سوریه و در تهران در تماس بوده و از اون طریق قصد داشته که این دو خبرنگار رو در کشاکش انقلاب محسا که برصورت میدونیم که وقتی که برصورت ظهور خیابانی داشت انقلاب جمهوری اسلامی چقدر وحشت کرده بود و به خصوص همین شبکه ایران اینترنشنال رو بارها تهدید کرده بود و شبکه های دیگه از جمله تلویزیون خود کانال جدید رو به درجات در باش صحبت کرده بود و غیره من میخوام بگم که اینها به شدت ترسیده بودند و نقشه ترور فرداد فرهزاد و سیما ثابت رو داشتن در دوره های گذشته یادمون هست که قصد ترور مینا اهدی رو داشتن و حمید تقوایی رو لیدر حزب کمونیست کارگری رو قصد ترور مسیح علی نجات رو داشتن و بعد در مقاطعی میشه نشون داد که اینها ترور هم انجام دادن مثل مثلا غلام کشاورز در قبرس توسط همین حکومت جمهوری اسلامی ترور میشه و یا مثلا اسدالله اسدی مأمور در حقیقت گذاشتن بمب در مقر سازمان مجاهدین خلق در فرانسه در پاریس بوده یعنی به عمر جمهوری اسلامی ما میتونیم نشون بدیم که اینها ترور کردن چه داخل ایران چه خارج از ایران یه نمونه دیگه حالا باز آدم وقتی صحبت میکنه یادش میاد میکنوز هست که در آلمان در حقیقت اینها مخالفین کرد خودشون رو ترور کردن و اونجا شهروندان آلمانی حتی کشته شدن و در کنار این ما میبینیم که حکومت جمهوری اسلامی به خصوص بعد از اینکه حمید نوری حکم حبس ابد در دادگاه استیناف در استکهلم گرفت خبرهایی خب مخابره شده که گویا احمد رضا جلالی پزشک دو تابعیتی که سالهاست در ایران با احکام واهی واقعا مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته خانوادهش اینجا دائما در استرس و فشار هستند بعد از تایید شدن حکم حبس ابد در حقیقت گفتن که خبرهای اومده که ایشون در خطر اعدام قریب الوقوع قرار گرفته نکته که میخوام بگم اینه که جمهوری اسلامی و اصلا جنبش اسلامی سیزی به نظر میاد که در ضعیفترین موقعیت خودش قرار داره و دست به هر جنایتی میزنه که به یه شکلی بتونه حیات خودش و در حقیقت حیات سیاسی خودش رو ادامه بده این سیاست واقعا کثیف و مشمئز کننده ترور فارغ از اینه این که اون کسی که قربانی این ترور هست رو ما چقدر نظرات سیاسیش رو قبول داشته باشیم چقدر اصلا آدم علیه سلامی باشه یا نباشه ما بحثمون اینجا در رابطه با کارنامه افراد نیست و نمیخوایم ارزش گذاری بکنیم که حالا ما از مسیح خوشمون میاد یا نمیاد یا مثلا آیا کار ایران اینترنشنال دقیق و حرفه هست یا نیست ما از در حقیقت حقوق انسانی شهروندانی صحبت می کنیم که به دلیل کاری که انجام دادن و یا نظرات سیاسی که دارن از جانب یک حکومتی که متعارف هست دیپلمات داره در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده از طرف اتحادیه اروپا و دولت های اروپایی و آمریکایی به عنوان یک حکومت تروریست شناخته نمیشه هنوز که هنوزه که داریم صحبت می کنیم سپاه پاسدارانو نمیذارن در لیست گروه های تروریستی و غیره ما این رو محکوم می کنیم و میگیم که به حکومت جمهوری اسلامی و اصلا تفکر اسلامی اگر محبوب بود اگر در شرایطی بود که میتونست از طریق در شستشوی مخصی و ترویج ایدئولوژی اسلامی نیرو جذب کنه احتیاج نداشت که دست به ترور بزنه و چنین سیاست واقعا مشمعز کننده ای رو در سال اواخر 2023 اوایل 2024 به نمایش بذاره ترور در اسلام وجود داشته جنبندی بکنم ترور بخشی از در حقیقت قانون اسلامی هست به اون داستانی که در حقیقت بعد از اینکه پیغمبر کشته میشه عثمان رو شما ببینید اینا به چه شکل کشتن خود علی مخالفین پیغمبر رو در زمانی که خواب بودند در زمانی که در میدان جنگ نبودند حمله میکرده و میکشته و حالا داستان زیادی از پادکست های زیادی هست که من نمیخوام در این برنامه بهش اشاره بکنم حتما به کانال تلگرامی ما مراجعه بکنید مشخصا ایمان سلیمانی امی در این رابطه بحث های مفصلی رو انجام داده امروز هم که نگاه میکنیم میبینیم علی خامنه ای و این جریانات اسلامی و حماس و غیره یکی از متدهاشون گروگانگیری و در حقیقت ترور هست این نشانه ضمن که محکوم میکنیم با یک بار دیگه تروریسم اسلامی رو در منطقه و علیه مردم ایران این نشون دهنده ضعف بغیر من جنبش اسلامی سیاسی و یک حکومت رو به زوال هست که چاره جز جنایت و در حقیقت ترور نمیبینه برای اینکه بتونه حیات سیاسی خودش رو در حقیقت دوام و قوام ببخشه یک جمله هم از اضافه بکنم و صحبتمو تمام بکنم مثل میشه من زیادم صحبت کردم اون سیگنالی که من در حقیقت شهروند ایرانی از این سیاست جمهوری اسلامی میگیرم اینه که به طور واقع یک گله اوباش مثل یک در حقیقت جماعتی از دوست ها که حمله میکنن و یک منطقه ای رو میگیرن و یک مردمی رو در گروگان خودشون نگه دارن واقعا سیاست جمهوری اسلامی همچین حالتی داره یعنی میریزن یک عده انسان بیگناه رو میگیرن بهشون یه سری احکام واهی میدن شکنجه میکنن و این افراد رو در, 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 حقیقت چانه های دیپلماتیک خودشون مورد استفاده قرار میدن در خارج هم رزلترین و تبهکارترین انسان ها رو به استخدام خودشون در میارن که خبرنگار ترور بکنن و فعال سیاسی رو بکشن و از این تیپ کارها بکنن یعنی ما واقعا با یک حکومت تروریست با یک مش جانی آدم کش که چهل ساله بر کشور غنی ایران تسلط پیدا کردن طرف هستیم به همین اعتبار هم در یک همچین شرایطی هست که انقلاب و در حقیقت به زیر کشیدن این جانیان تنها چاره است و مردم چاره ندارند که به از طریق همین انقلاب زنانه زن زندگی آزادی یک بار برای همیشه پرونده این جانیان رو بپیچن و ایران رو آزاد بکنن عطیه مم. عزیز من صحبتم تموم ممنون میلاد از خبر بسیار مهمی که داشتی و تحلیلت خب دقیقا همینطوره و زمانی که جمهوری اسلامی از همیشه بیشتر در مخمس و تنگنا قرار میگیره همیشه دوباره ماشین اعدامش رو به راه میندازه ترورهاش رو شروع میکنه تهدیدهاش رو و خب دقیقا با اینکه حالا اکثرا با شکست روبرو میشه ولی تمام دنیا دارن متوجه میشن که واقعا یه توحش اسلامی وجود داره که سر بزرگش جمهوری اسلامیه و هر وقت دلش بخواد تحتید تحتید به راحتی میاد تهدید میکنه تهدید به مرگ میکنه آدمکش میفرسته آدم ها رو بکشن و خیلی هم راحته براش این کارو انقدر که این کارو کرده که براش عادی شده برای همین وقتی که حقوق کوچکترین و ساده ترین اولیه ترین حقوق انسانی در جمهوری اسلامی بنابر قوانین اسلامش اصلا به رسمیت شناخته نمیشه خب شاهد این هم هستیم که به راحتی جون انسانها رو میگیره و اصلا برش مهم نیست که چه انسانی چطور و در چه شرایطی داره کشته میشه با توجه به وقتی کمیمون من سری برم سر خبر خودم خب باز هم دعوا و بزن بزن جمهوری اسلامی سر لایه افاف و هجابه و خبر تازه این که همین امروز متوجه شدیم که شورای نگهبان لایه افاف و هجاب رو دوباره به مجلس برگردونده و قبولش نکرده خب حرفای زیادی در این رابطه هست یعنی از ابعاد مختلفی می میشه بررسیش کرد یکی این که خب اولا که اگر اینکه اخبار رو دنبال کرده باشین در تمام طول مدتی که این لایحه رو مطرح کردن در موردش صحبت کردن به شدت عوامل جمهوری اسلامی تو سرزنون داشتن یعنی در مجلس و شورای نگهبان و همه جا داشتن تو سر هم دیگه می زدن یه سرشون مخالفه یعنی خیلی با با بینشون اختلاف شایدی به وجود اومده سر همین لایه هجاب و افاف و خب خیلی هاشون هم میگن که اصلا قوانین قوانینی که با شرع همون اسلامی که خودشون قبول دارن اصلا نمیخونه این چیزایی که تو این لایه ها اومده تو این طرح این لایه ها اومده و خب یکی از کسانی که به شدت هم مخالف این قضیه است و همیشه داره ابراز نظر میکنه نماینده مهاباد نماینده مهابا جلال محمود زاده که به شدت مخالفه و گفته که این لایحه به صلاح نظام و کشور نیست و یک سری مواردی رو مطرح کرده که در این لایه اصلا قانونی نیست و همونطور که گفتم همون اصل اسلام و قرآنشون رو زیر پا میذاره ولی جنبه دیگه که من میخوام الان بهش بپردازم و در مورد صحبت کنم اینکه خب این تو سرزنونا این هایی که بینشون به وجود اومده اینکه اینقدر شرایط رو بد کرده تنگنا برشون به وجود اومده خیلی حالشون بده هر روز با باهاش مشکل دارن مبارزات زنانه یعنی میخوام بگم انقدر جنبش رهایی زن در ایران پیشرفت کرده انقدر دستاورد داره انقدر پرقدرته با دست خالی یعنی داریم میبینیم که زنان و دخت... زنان رو میگیرن به خاطر بیهجابی زندان میکنن احکام بلند مدت براشون تعیین میکنن صادر میکنن و از تو زندان زیر شکنجه تو شکنجگاه های واقعا وحشتناک جمهوری اسلامی بیانیه صادر میکنن حرف میزنه سپید قولیان رو آزاد میکنن دم در زندان میگه خامنه یه زهاد میکشیم زیر خاک نرگس محمدی با اینکه شرایط جسمانیش خیلی بد بوده حاضر نشد بره بیمارستان مگر اینکه بدون هجاب و با پوشش که خودش میخواست و آخر مجبور شد جمهوری اسلامی اون رو بفرسته بیمارستان و در, و در شکنجگاه های جمهوری اسلامی هستن زنان جایزه صلح نوبل میگیرن میخوام بگم در این با یک همچین مبارزات جسورانه ای باید هم جمهوری اسلامی در مخمسه باشه باید در تنگنا باشه و همچنان تو سر هم دیگه میزنن دعواشونه و همچنان نمیتونن یه قانون بذارن برای اینکه نمیتونن مقابله کنن اومدن رادان گفت دوربین میذاریم جربنگاری میکنیم میان زنان رو شناسایی میکنیم هزار تا قانون دیگه گذاشتن اما همچنان نمیتونن در مقابل این مبارزات جسورانه که اصلا بی در دنیا واقعا شما نمیتونید یک همچین مبارزات رو پیدا بکنین در طول تاریخ که با دست خالی زنان در کشوری که به خاطر قوانین اسلامی هیچ گونه حق و حقوقی ندارن نه تنها حق حقوق ندارن کلا زن بودن جرمه یک همچین مبارزات جسورانه این رو میکنن و جمهوری اسلامی واقعا شکست خورده واقعا جمهوری اسلامی اصلا درمونده شده وامونده شده و نمیدونه باید چی کار بکنه و هر روز هم ترها و چیزهای جدید میاره مثلا انقدر که میلاد وامونده شده و مستعسل شده در مقابل مبارزات زنان اه, که دیگه نمیتونه هجاب رو کاری بکنه و همچنان همه بیهجابن اه, میاد اه, کارگروه میذاره و در مورد کاشت ناخون صحبت میکنه میخواد یه کارگروهی میذاره یه سری آدم همون زنانی که خودشون قربانی زن ستیزی اسلام هستن دور هم دیگه جمع میشن ببینن آیا کاشت ناخون در اسلام چجوریه چجوری باید بهش نگاه کرد آیا در مورد تهارت این درسته یا نه یعنی میخوام بگم که از طرفی از در حالی که مردم برای معیشت روزانهشون واقعا دچار مشکل هستن اینا میان کارگروه کاشت ناخون میذارن و از طرف دیگه این نشون اینه که چه شکستی خورده جمهوری اسلامی و واقعا نمیتونه مقابله بکنه با زنها هر کاری میکنه با زنها همچنان دارن پیش میرن و سر حرف خودشون یک قدم هم عقبتر نمیرن ممنون از این ویدیویی که دارید شومیدی میدی واقعا داریم میبینیم چه مبارزات درخشانی اینها یعنی سپیده رشنو یکی از زنان شجاعی بود که واقعا جسورانه جلوی اون زنی که به حقوق شخصی و به حریم شخصی اون تجاوز کرده بود ایستاد و الانم هم میدونین که حکمش حکم زندان براش صادر کردن که من خوندم انگار سه سال زندان براش گذاشتن و خب ویدیو زیبایی که برادرش منتشر کرد واقعا باید از حقوق این زنها دفاع کرد در کنار اونها واقعا متشکل و قدرتمندانه باید مبارزه کرد یک همچین مبارزات درخشانی که واقعا بیمثال در تاریخ و در دنیا باید با افتخار در کنارشون بیستیم و ازشون دفاع بکنیم و همچنان باهاشون مبارزه بکنیم تا روزی که بتونیم یک همچین رژیم زد تا واقعا مغز استخون زن ستیز رو براندازی بکنیم و یک دنیای بهتر یک جامعه سکولار داشته باشیم که در اون انسان ها به حقوق اولیه و انسانی خودشون واقعا برسن زنها به عقب بر نمیگردن در ایران و همونطور که میبینین هر روز جمهوری اسلامی با بحران های متعددی که زنها به واسطه مبارزاتشون برای اون به وجود آوردن درگیره و این واقعا باعث غروره و باعث خوشحالیه که میبینیم یک همچین واقعا مبارزات در ایران شکل گرفته قطعا به نتیجه میرسه و من باید بگم که واقعا نهادها ها سازمان مثل نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی انقلاب زنانه همچنان در کنار این زنان شجاع و جسور هستند و مبارزه متشکل و متعذب رو پیش میبره میلاد اگر نکته ای داری از تو میشنویم بله من ویدیویی که بهشم اشاره کردی که سامان رشنو برادر سپیده رشنو منتشر کرده بود رو گذاشتم سپیده به سه سال و اندی نزدیک به چهار سال زندان حبس قطعی گرفته و خب برادرش با در حقیقت منتشر کردن اون ویدیو خواسته بود که صدای سپیده باشیم Uh, برصاعت ما در رابطه با لایحه حجاب و افاف در اکسپوزالم صحبت کرده بودیم قبلا نکتهش این هستش که بر صورت وقتی که کشور ایران uh, یک سال uh, در حقیقت درگیر انقلاب خیابانی بود و الان هم به اشکال مختلف انقلاب تداوم داره و هر از چنگاهی ما بروزاتش رو در خیابان حتی میبینیم و به نظر بغده اکثر کارشناسان در حقیقت بازگشت زند زندگی آزادی به خیابان قریب الوقوع هست پاسخ حکومت جمهوری اسلامی لایحه حجاب و افاف بود میدونید که خیلی جنگ, جنگ و جدال براش وجود داشت اتیه بهش اشاره کرد و خب هنوز کم که هنوزه به یک توافق در این رابطه نرسیدن و امروز ما برصد به عنوان مهمترین خبر برگشتن این لایحه از شورای نگهبان رو دیدیم و شنیدیم که در نوع خودش عجیب هست که چقدر در حقیقت بین خود این مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با این بحث اختلاف نظر و شکاف وجود داره واقعیت هم اینه که برصد با, با همچون که باز عطیه شرکت حکومت جمهوری اسلامی پایه های نظامش بر زن ستیزی و تبعیض علیه زنان ایراد شده و اگر به خصوص سنگر هجاب رو اینا به یه شکلی در حقیقت خالی بکنند اون وقت نمیشه متصور بود که چه سرنوشتی برای حکومت جمهوری اسلامی و اساسا اسلام در ایران و منطقه خاورمیانه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد چه مختصاتی پیدا خواهد کرد از طرفی انقدر این مبارزات عمیق و در حقیقت رادیکال هست و دنیا امروز صدای زنان ایران رو شریده و در کنارشون ایستاده از همین جایزه صلح نوبل شما بگیرید تا پرونده سپیده رشنو که در دنیا در تو بایس دارن صحبت میکنن تا خود شعار زن زندگی آزادی که به همه زبان ها ترجمه شده و در دنیا دارن در تو بایس صحبت میکنن خب حکومت باید یک واکنشی نشون بده وگرنه دودمانش به قول معروف به باد میره در نتیجه این جنگ و جدالی که امروز بین خودشون در گرفته و این سردرگمی که هستش در حقیقت از بروزات و فراورده ها و میوه های انقلاب زن زندگی آزادی هست که تبلورش در این جنگ های سیاسی در اون حکومتی میشه دید و شنید واقعیت هم اینه که من فکر میکنم این ترم انقلاب زنانه برای خیزش خیزش های مبارزاتی مردم و انقلاب زن, زن زندگی آزادی ترم درستی هست برای اینکه اولا ما همونجوری که در من در بخش قبلی صحبت هم گفتم با یه حکومتی طرف هستیم که چاره جز انقلاب و براندازی و رسیدن به اون ساعت صفر و از نو ساختن مناسبات و در حقیقت قوانین در ایران نیستیم و از طرف دیگه به اعتبار زن ستیز بودن و دشمنی حکومت جمهوری اسلامی با حقوق زنان، بدن زنان، موی زنان، رفتار زنان ما شاهد یک انقلابی خواهیم بود که مطالبات زنان رو در اولویت خود قرار میده انقلاب زنانه که تبلورش زن زندگی آزادی اکنون به اشکال مختلف در ایران داره پیش میره و من فکر میکنم به این انقلاب گفتمان سیاسی رو در ایران به طور کل در آینده نزدیک تغییر خواهد داد با... یه من, من این نکته ممنون... م... یادم اومد که بگم در باب همین لایه تره... تره فاف و هجاب این که مردم هم میلاد بسیار کمک کردن در این زمینه به زنان یعنی میخوام بگم <applause> تمام کسانی که مثلا در مشاغل مختلف هستن مغازه‌دارهایی که مغازه دارن بخشی از این طرح اینه که به گفته شده در این طرح که مغازه‌داری که خدمات ارائه بده به زنی که بیهجابه اون متخلف محسوب میشه و باید جریمه پرداخت بکنه میخوام بگم که در این زمینه مردم هم دست به دست زنان دادن و جا داره که هرچی بیشتر این کار رو بکنن و دفاع بکنن از حقوق انسان که واقعا نه فقط برای زن هاست یعنی در جامعه ای که زنان در اون سرکوب میشن و زنان بی حقوقا هیچ انسانی نمیتونه زندگی نرمال و انسانی داشته باشه و تا الان هم این اتفاق افتاده یعنی که بسیار کمک کردن نذاشتن این اتفاق بیفته یعنی برخلاف اینکه میدونستن که, که متحمل جریمه میشن یا حالا مغازشون پلو میشه ولی در کنار زنان ایستادن و همچنان خدمات به اونها ارائه دادن و این واقعا جای افتخار داره که در یک همچین جامعه ای رو ما داریم میبینیم با تمام سرکوب هایی که وجود داره با شرایط معیشتی بسیار سختی که برای مردم رقم زده جمهوری اسلامی و هر روز هم این شرایط و معضلات و مشکلات بیشتر میشه ولی همچنان دارن مبارزه میکنن در دست, در دست, در دست هم در کنار زنان این بسیار واقعا جای غرور داره و جا داره که هر چه بیشتر این اتفاق ها بیفته خب میلاد اگر نکته ای نداریم میتونیم بریم برای پایان برنامه خب حتما به زودی از ما خبرهای بیشتری خواهید شنید ما تو این هفته یک رویداد بسیار مهم رو هم داریم 27 دسامبر روز جهانی نه به هجاب اجباریه حتما با ما همراه باشین در این روز هم خب دوستان و عزیزان ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین در برنامه و دوستان و عزیزانی که ضبط شده برنامه ما رو از تلویزیون کانال جدید خواهند دید مرسی از همه شما در ادامه برنامه ویدیویی رو خواهید دید که راه ارتباطی ما در اکس مسلم اسکاندیناویه میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشین و نکته نظراتتون رو برای ما ارسال کنید مرسی از همه شما روز خوشی رو برای همتون آرزو میکنم